تعدادی از ایرانیان ساکن مونترال کانادا مقابل دفتر ایکائو اون شهر دست به تحصن زدند. بهرنگ رهبری هم اکنون در محل این تحصن هست. بهرنگ، معترضان به چه دلیل تحصن کردن و چه خواسته هایی دارن؟ بله گیتا، همونطور که پشت سر من میبینین ما مقابل دفتر ایکائو یا سازمان هوانوردی بین‌المللی غیر نظامی هستیم و تعدادی از ایرانیانی که اینجا پشت سر من هستند به سیاست‌های دوگانه این سازمان اعتراض دارند. اونها خواسته‌های مشخصی دارند. یکی از اونها این هستش که در واقع سازمان ایکائو رفتار دوگانه رو نسبت به جمهوری اسلامی متوقف بکنه. اونها اشاره می‌کنند به محکوم نکردن ایکائو در فاجعه هواپیمای اوکراینی. می‌دونیم که 3 سال از فاجعه هواپیمای اوکراینی می‌گذره و سازمان ایکائو تاکنون این اتفاق رو محکوم نکرده. همینطور اونها اشاره میکنن به هواپیمای ماهان ایر، هواپیمایی که حامل خانواده علی دایی بود و اونها رو مجبور به فرود کردن در فرودگاهی در کیش. اعتراض کنندگان و کسانی که پشت سر من هستن میخوان که افشین پرورش، نماینده دائمی جمهوری اسلامی، در این سازمان اخراج بشه. همینطور اونها اشاره میکنن به بند 13 قوانینی که ایکائو خودش منتشر کرده و اون حق در واقع تحقیقات هست در برخورد با سوانح هوایی. میدونیم که خب این اتفاق نیفتاده. مسئله‌ای که وجود داره اینه که سازمان ایکائو باید واکنش نشون بده نسبت به اتفاقاتی که داره در آسمان ایران رخ میده. و این رو من باید اضافه بکنم که سازمان ایکائو اعلام کرده که ما فقط به دولت‌ها پاسخ می‌دیم. اونها اعلام کردن که ما توضیحاتی از ماهان ایر دریافت کردیم، ولی خب برای ما اون جزئیات مشخص نیست و تاکنون افرادی که در این سازمان کار می‌کنن واکنشی نشون ندادن و گفتگویی نکردن و اطلاعاتی و جزئیاتی از اتفاقاتی که در هفته‌های پیش رخ داده ندادن.